سلام بر شنوندگان عزیز. شتا ششتا هفتا هشتا نهتا سنگی که میبینین دست پهلوان منصوره میدونین سنگ چیه؟ این سنگ خاراست. از قدیم گفتن ندونستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. حالا ببینم میدونین سنگ خارا چه سنگیه؟ سنگ خارا سنگیه که از آهن سفت‌تره، از فولاد سخت‌تره، از سنگم سنگ‌تره. پهلوان چقدر حرف میزنی، کارتو انجام بده. این جوون مردی که به من میگه اینقدر حرف نزن کارتو بکن پهلوون، میخوام صداش کنم بیاد اینجا از نزدیک این سنگو لمس کنه تا همه متوجه بشین که پهلوون منصور کلک تو کارش نیست. بیا جوون مرد، بیا جلو، بیا این سنگو لمس کن و بگو که سنگ واقعیه، سنگ خاراست. او سنگه، بد سنگه. من بگی پهلوان دیدید؟ همه دیدید که سنگ واقعیه. حالا خوب تماشا کنی بر چشم بد لعنت، بر آدم بخیل لعنت. بهتون برکت بده. ممنون جوون مرد. دیر کردی، داشتم میرفتم. چیکار کنم دیگه، دست تنهام. تا اومدم وسایلمو جمع بکنم طول کشید. خیلی خوب، بابا رد کنم گفت بینیم پاس بینیم کار داشت. همین؟ دو تومن؟ دو تومن نه، 2000 تومن. فکر کردی خودم چقدر در آوردم؟ یه سنگ لمس کردم، فکر کردی دیگه چقدر هزینه شه؟ داداش من، قرار ما این نبود، این نبود، این چی آخه؟ چرا داد میزنی حالا؟ صدا تو بیار با این مردم میفهمن. پول تو بگی برو دیگه عزیز من. باشه، میگیریم میریم، ولی دفعه بعد به دست پام بیفتی التماسم کنی باید کار نمیکنم. جمعش کن میریم بابا، فکر کردی چه خبره؟ الان تو سر سگ بزنیم یا اینجا سنگ لمس میکنه عزیز من؟ درست صحبت کن پهلوان، پهم به ریخ مسته تو چخه منو میندازی به دازی زنی ای کنو نمیدونم که بس افتر تو یکی بزنی پهلوون. سلام. سلام. سلام پهلوون، خسته نباشی. کجا داریم میریم؟ داریم میریم دانشگاه. سر معرکه بودی؟ آره دیگه، دنبال یه لقمه نون. ای پا
پای چش آقا منصور چی شده؟ دعوا کرده؟ پهلوون پای چشتون چی شده؟ هیچی، یه چند تا اوباش بودن مزاحمت ایجاد کردن برای مردم، منم حالشون رو گرفتم حقشون رو گذاشتم کف دستشون. الهی دستشون بشکنه. حالا حالتون بهتره؟ خب خدا شد. میگم پهلوون ما کلاسمون دیر شده، اگر رخصت بدی ما مرخص شیم. خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شماست. فرصت. خدا نگهدار. بهتر روزی یه جوره حالمون. سلام مقربیم، خوب هستین؟ سلام سلام. ببینم تو اضافه کار واسدی؟ شبا معرکه گیری میکنی؟ چیکار کنیم دیگه، دنبال یه لقمه نونیم. ببینم پهلوون صورتت چی شده؟ امروز با کله سنگ شکوندی؟ شما آقا حبیب این همه صورتتو میزنی، این پوست صورتت کنده نمیشه؟ چی کار کنیم پهلوون؟ این ورشو میزنیم اون ورش در میاد، اون ورشو میزنیم این ورش در میاد، نمیدونم تازگی ها چش شده. با اجازه. ببین پهلوون، ببینم امروز چند تا سنگ خورد کردی؟ چند تایی بود که یه لقمه نون گیرمون بیاد. با اجازه. ببینم فردا معرکه میگیری؟ بله اگه عمری باقی باشه فردا هم معرکه میگیریم. با اجازه. پهلوون آقا حداقل به ما بگو کجا معرکه میگیری که ما بیام اونجا واسه تشویق کنیم، دستی بزنیم، همسایه ایم ناسلامتی. چشم. هر دفعه یه جا هم فردا بهتون میگم کجا میگم. باشه باشه. با اجازه. قربون شما. اینو بگی. آخه چی دخترشو به یه پهلوان قلابی میده؟ نه آینده ای، نه بیمه ای. مریم یا دیوونه شده که میخواد پابند تو باشه، یا میخواد دستت بندازه و تفریح کنه. حرفایی میزنی عزیزا؟ تو خودت اصلا چرا زن آقا جون شدی؟ آقا جون هم مثل من پهلوان بود دیگه. اون موقع وضع فرق میکرد. پهلوانی شغل اصل و نسبداری بود، مردم به پهلوان احترام میذاشتن. تازه آقا جونت پهلوانی رو با راه درست انجام میداد، نه با حقه و تقلب. اون زنجیری که آقا جونت پاره کرد آخرین بار، هیچ پهلوانی نتونست پاره کنه. خدا بیامرزتش، اون یه پهلوان واقعی بود. اون با اون همه یال و کوپال عاقبتش اون شد. وای با حال تو پسر جون، وای با حال تو. منم بالاخره یه روزی زنجیرشو پاره میکنم. بله. حالا اینو ممکنه نتونم پاره کنم، ولی بالاخره این لاغره رو که میتونم پاره کنم. تو خیال بافی نکن، تو کارت حقه و تقلب نکن، استخونای اون خدا بیامرزم تو قبل نلرزون. پاره کردن زنجیر پیش کشت. حیف، حیف عزیز. حیف که یه خورده بی بنیم. من نمیدونم چی میشد، من به جای اینکه به داییم برم به عموم میرفتم. هیکلم میشد مثل آقا جون. آخرش هم میدونم با این جسه مدادیم مثل دایی جون یه باد میاد میفتم تو چاه، سه تیکه میشم سقط میشم. نخیر،
اون به خاطر باد نبود، چاه زیر پاش خالی شد. نه خیر عزیز، خود عمه پری به من گفتش که باد اومد، دایی پرت شد توی چاه ستیکه شد. باشه منصور، تو میدونی من نسبت به داییت حساسم، نبش قبر کن. اگرم دوست داری نصف عمرم هم ازم بگیری خیلی خوب، برو هر کاری دلت میخواد بکن، برو پهلوونی رم ول نکن. آره جون خودت، آخرم عاقبت به خیر میشیم. سلام آقا جون. سلام و زهر مار، صدا تو بلند نکن، همسایه‌ها خوابن. آقا جون چرا نمیذاری بخوابم؟ طوری شده؟ باید کار دارم. آقا جون نمیشه بذاریم برای بعدن، الان خیلی خوابم میاد. مؤدب باش پسر، آدم با بزرگتر خودش اینطور حرف نمیزنه، مخصوصا اگه اون مرده باشه. آقا جون راست میگم دیگه، شما هر وقت دلت میخواد میای تو خواب من، هر وقت دلت میخواد میری، با منم که هماهنگ نمیکنی، فقط داری منو زابرا میکنی. تقصیر خودته، آدم باش تا اینجوری نشه. دست شما درد نکنه. یعنی چی؟ هر آن کس که اندیشه بد کند به فرجام با تن خود بد کند. چرا تقلب میکنی؟ ها؟ چرا حیثیت کاری منو خراب میکنی؟ چرا تقلب میکنی؟ آقا جون باز شروع کردی. آرزو به دل من موند که یه دفعه بیای تو خوابم یه لطیفه تعریف کنی، هر دفعه شما میای غر میزنی. فردا میخوای بری معرکه بگیری ها؟ ببینم شما کار بهتری سراغ داری؟ پسر فردا سال روز مرگ منه، بازم امسال میخوای دودره کنی نه یا؟ خدا رحمتتون کنه آقا جون، اگه اجازه بدی من دیگه میخوابم. شب بخیر، حالا فردا شب با هم صحبت میکنیم. بابا جون 100 دفعه برگشتم بهت گفتم هر موقع خواستی بری بیرون بگو به من، اگه یه بلایی سرت بیاد بابا چیکار کنم؟ آیسته آیسته بابا این چیکار میکنی نصف شبی؟ همسایه الان بیدار میشه. بران جان در هسته ای خردمند جان نیاورد کسی گنج نابرد رنج
آقا جون بابا بیخیال شو دیگه، من نوکرتم، نور به قبرت بباره، خدا رحمتت بکنه. بیخیال شو، فردا صبح کلی کار دارم، بذار بخوابم. آقا جون اصلا شما چرا نمیری تو خواب عزیز؟ هر شب باید بیای تو خواب من؟ بابا برو تو خواب آقا حبیب. نه خیر، فقط تو خواب تو. تا بهم قول ندی تقلب نمی کنی ولت نمی کنم. آقا جون شکم گرسنه این چیزا حالش نیست، تقلب نکنم چیکار کنم؟ برای آخرین بار بهت اخطار می کنم که دور تقلب و کلک و خط بکش. فردام نمیخواد بری معرکه بگیری، بدشانسی میاری. چرا حیثیت کاری منو خراب میکنی؟ چرا فردا نرو، بدشانسی میاری، بدشانسی میاری. فردا نرو، بدشانسی میاری. منصور تویی؟ نصف شبی کجا رفته بودی؟ عزیز این زنجیر منو ندیدی؟ کدوم زنجیر تو؟ همونی که باش معرکه میگیرم دیگه، هر چی میگردم نیست. حالا واسه چی دنبالشی؟ میخوام خودمو ببندم، میخوام بزنم تو سرم. خب میخوام فردا باش برم معرکه بگیرم دیگه. چی؟ معرکه؟ مگه قرار نیست فردا منو ببری سر خاک آقا جونت؟ عزیز چرا شلوغش میکنی؟ آقا جون که از اونجا تکون نمیخوره. حالا یه خوره دیرترم میتونیم بریم، فردا میدون پر جمعیته، اگه زود به جنبم یه 6-7 تومنی کاسب میشم. اگه منو نبری سر خاک آقا جونت شیرمو حلالت نمیکنم. عزیز چرا تهدید میکنی بابا؟ قول میدم همچین که کارم تموم شد بیام دنبال، دوتایی با هم بریم سر خاک آقا جون. خیلی خوب، برو هر کاری دلت میخواد بکن، دیگه هم باهات هیچ کاری ندارم. ای بابا توی پهلوون. سلام آقا عبیب. سلام، چیکار داری موقع شب؟ زنجیرم آقا عبیب، زنجیرم نیست، شما ندیدیش؟ زنجیرت؟ آها، سر شب که شما رفتین ماشین من خراب شد، خواستم با این ماشین رئیم آقا بنده خدا بوکسرش کنم، تناب نداشت، مجبور شدم اومدم تو وسایل شما زنجیرتونو برداشتم. زنجیر منو؟ زنجیر منو برای چی برداشتی؟ خب حالا بهم بده. انداختم دور. دور؟ دور چرا انداختی آقا حبیب؟ بابا پاره پوره بود. آقا حبیب بدون اجازه من اومدی سر وسایل شخصی من، زنجیر منو برداشتی، عصای دست منو برداشتی. این وسیله کارمه، الان فردا جمعه است، من زنجیر از کجا پیدا کنم؟ آقا جا بگیرت بخوابید دیگه، نصف شبی آقا چی میخواید این باره داره؟ باشه آقا نصر باشه. بابا چرا ترش میکنی؟ حالا مگه چقدر پولش میشه بهت بدم؟ مسئله پولش نیست آقا حبیب، مثل این که متوجه نشدی. میگم لازم دارم، فردا جمعه است، میخوام ببرم سر معرکه، حالا چه خاکی تو سرم بریزم، زنجیر از کجا گیر بیارم؟ آقا جون من میگم با اره نشسته بودن، دو سه جاشو پاره پوره کرده بودن، تو داری میگی زنجیرم؟ به درد نمیخورد، از کجا خریده بودیش؟ برو پولتو پس بگیر. مهم نیست آقا حبیب، فدای سرت. ببین پهلوون، من میدونم رود عباسی داری، اگه نمیری من خودم برم.
میگم مهم نیست دیگه، این چیزا تو رفاقت و همسایگی مسئله نیست. فدای سرت، با اجازه. آخه این رفاقته، این رفاقتی که زنجیر پاره پوره بهت بندازن پهلوون. الان دوباره داد بیداد میکنن و مردم خوابن. باش ببین پهلوون. پهلوون تقلبی. تقلبی؟ فکر نکنم تقلبی باشه. به عباس آقا گفتم جنس خوب بهمون بده. بابا از صبح تا حالا من سه بار سابیدم، اصلا پاک نمیشه، ببر پسش بده. مادر من تقصیر پاک کننده نیست والا، اینا رو اگر تو دیگه پاک کنندم به جسونی تمیز نمیشن. بابا چرک مرد شدن اینا، شب چهارشنبه سوری میبریم امسال تو حیات آتیششون میزنیم همه رو. آه چقدر نمک میریزی، نمیخواد اینقدر بر من نظر کارشناسی بدی. اگه بدبختی من نبود همین چهار تا تلک فلک هم نداشتین، فهمیدی؟ این چی میگه اینقدر میاد تو دست و پا؟ بابا بی بی چرا انقدر عصبانی میشی؟ نکنه میخوام بیان خواستگاری خودت؟ ببین شهر روز میزنم تو دندونت ها؟ اه؟ بابا صف داره رو سرم خراب میشه، تو این خونه یه چیز درست حسابی نی. خب اگه مهمونا بیان من چجوری از جلوشون درام؟ نمیگن چه خانواده بی خیالی هم؟ بی جا کردن بگن خیلی هم خوبه، خوش ندارن خوش اومدن، زورکی دعوتشو نکردیم که. بی بی این چاییه که برای مهمونه دم میکردیم کوه هرچی میگردم نیست. چی میگه بابات؟ داره میگه تموم شده. بابا کی تموم شده؟ من پریروز دیدم تای پاکتی خوده چای مونده بود. نه بابا تموم که نشده بود، کبرا خانم سه روز پیش اومد دمه از من چای خواست، مهمون داشت، بعد منم دیدم تا چایی دادم رفتش. خب آخه مگه ما مسئول تموم کسی مردمی؟ شهروز شلوغش نکن، صد بار تا حالا کار ما رو اون رو انداخته، یه بارم ما کار اونو را بندازیم اشکالی داره؟ حالا من چی کار کنم؟ چرا من بدشانسم؟ شهروز بیا این راحتی رو به سر جاش ببینم. ای بابا چرا اینقدر شلوغش میکنی بیبی؟ دیگه خواستگاری همه قرتی بازی نداره که. مگه ما هر روز خودمون از کدوم چای میخوریم؟ اصلا بزنی جلوش خلاص دیگه، بعدم در مورد تعداد سکه صحبت کنی خیلی سفت و محکم. بس کن بچه، هر چیزی یه رسم رسوماتی داره، همه که مثل تو بی خیال نیستن. آره شما راست میگی، من بی خیالم. 10 سال آزگاری دارم جور همتون رو میکشم که راحت زندگی کنید. 10 سال آزگاری دارم پدر خودم در میارم. از وقتی بابا از کار افتاده اصلا من دارم همه کارش انجام میدم. یه پام اینجاست یه پام حیات، هی ببرش هی بیارش. یه روز خوش از گلوی ما پایین نرفته. اونی که از گلو پایین نمیره آب خوشه داداش پروفسورم. بفرما. از صبح تا شب اینو خر کار کن، بعد این خانم همینجوری متلک برادر کنه. چه؟ بفرما. بله شما؟ مگه نگفتم اینجا زنگ نزن؟ من خودم پیدات میکردم، بنال ببینم زودتر. نه نه اصلا دور من خط بکش، نه من میگم امشب نمیتونم، ما مهمون داریم، نه نمیتونم. من ناسلامتی مرد خونه اصلا رو من حساب نکن. خب ببینم چقدر توش داره. چقدر؟ شهروز کیه؟ میتونی رو من حساب کنی؟ مهندس، قربونت آقا مهندس، مخلصیم، گرفتارم مهندس جون. روم حساب کن. خب سلام میرسونه مادر. اینقدر اون تلفن اشغال نکن، شاید بخوان زنگ بزنن آدرس بپرسن. ای بابا نمیذاری 2 دقیقه آدم اختلاط کنم؟ همین بار بابا تا حالا کو تو 8 شب از دست رفت هول شده. یعنی چی هول شده؟ یه ساعت پای تلفن داره پچ پچ میکنه. بیبی دخترا بیاین تو آشپزخونه کمک کنین، از تو کابینت فنجونا رو بیارین. آقا جون ببین رو من حساب کن، ولی فقط نیم ساعت. من به اینا قول دادم زود برگردم میام خونه. نه اصلا نمیتونم بیشتر نیم ساعت بشه، نمیتونم. بعد ببین اصلا تو دیدی خودت کیفو؟ قشنگ نگاه کردی من نیام اونجا مچلم کنی. یعنی به هر کدوم چقدر؟ 100,000 تومان؟ باشه نه نه الان میام، 10 دقیقه دیگه اونجا. باشه خدافظ. چی میگه بابا؟ میگه داری کجا میری؟ ابله نگا من نمیام. مگه میخوای جایی بری؟ نه زود برمیگردم، یه نیم ساعت دیگه برمیگردم. زنی اومد. قربون آقا سماتی با عشق برم، آقا جون گلم. الان برمیگردم.
خب چیه؟ بگیم خب چرا شاکی میشی؟ میگم زود نرمید باشه میام. رفت؟ دیدی گفتم بیبی؟ الان مهمونا میرسن و هیچ کس سر جای خودش نیست. چقدر من بد شانسم. اه برو کنار. اون یه قاطی کرده آدیمونه. تو هم آقا جون میخواست به خواسته داری همین کارا رو میکردی؟ آیه همه شبیده بباد میگه پوکیدم. ای بابا ابزار فروش رو میخواستی؟ بله نیستش آقا. الان چه موقع تعطیل کردن مغازه هست؟ اصلا باز نکرده. یه شب رفت شهرستان. حالا چی میخواستی؟ هیچی، یه زنجیر کلوفت میخواستم. زنجیر؟ یه دقیقه وایستا وایستا بابا، این میدونه من چی میخوام. اه این خوبه؟ شما مگه قصابی نداری؟ بله. نه این به دردم نمیخوره. نه نه مگه زنجیر نمیخواستی؟ زنجیر به این خوبی؟ نه نه الان یادم افتاد که تناب میخوام. یه تناب از این تناب نایلونی ها هست مثلا سبزه، از اونو میخوام. این به دردم نمیخوره. یه دقیقه بایسته بایسته. این خوبه؟ نه دنبال آبیشم. آبیشو نداری؟ یه دقیقه بایستا بایستی ها؟ روکه نیست، گیر داده. این رنگیش خوبه؟ بایستا خودتو مسخره کن. سلام. سلام، بفرمایید. خیلی ممنون، راحت باشین نوش جان. گفتم کارتون رو بفرمایید. یه دونه چیز میخوام، یه دونه زنجیر میخوام. ضخامتش چقدر باشه؟ معمولی دیگه، نه زیاد بزرگ باشه نه زیاد چیز کوچیک باشه. یعنی کلوفت و خیلی کلوفت یا خیلی نازک نباشه، معمولی باشه. آقا زنجیرا اونجا هست، برو هر کدوم خواستی انتخاب کن من بدم خدمتت. این سومیه از این ور خوبه. سومیه از این ور؟ باشه. چند متر بدم؟ یه متر، یه متر کافیه. مطمئنی؟ بله. یه کیسه هم بدین بی زحمت بندازم توش. چیکاره؟ سهم میدم آقا، سهم میدم خدمته. ببین زنجیرش خوبه؟ والا هرکی برده راضی بوده. معمولا اینا رو میبرن به جک و جونوراشون، سگاشون تو باغا میبندن. راستی شما میخوای چی باش ببندی؟ خودمو. فقط یه زحمتی میکشی قبل از اینکه بذاری تو کیسه. اینو با یه اره آهنبر، مثلا این وسطیه رو تقریبا، یه برش بدی که یه جوری معلوم نباشه. آخه واسه چی زنجیر رو برش بدم؟ برای من شعبده بازم، برای کار شعبده بازی میخوام. بله اینو یه زحمتی بکشه برشی بدم. دلیلیه دیگه. بازم یه اره سهراب کجا گذاشت؟ خدا بگم چی کارت نکنه. نیا اینا این پشت. من حواس ندارم دیگه چی کار. بلش که باید میاد جمع میکنه. خب کجاشو ببرم؟ این خوب همینجا دیگه. کمکم
خوبه؟ یه ذره دیگه. خوب باشه دیگه، خیلی بریم. بله خوبه، عالی شد. خواهش میکنم. امر دیگه ای؟ یه دونه چیزم میخوام، یه دونه قفلم میخوام. قفل؟ قفل یه سری پشت اون پنجره هست، یه سیرش هم اینجا هست، هر کدوم میخوای انتخاب کن بدم خدمتت. چیه؟ الو، سلام امیر جان. آره بابا، دیشب برات آماده کردم، بیا ببر دیگه. آره دیشب گذاشته بودم برات. گوشی امیر جان. چی شد آقا؟ این همین، این دومیه، این خوبه. دومیه؟ مطمئنی از همین؟ بله بله. گوشی امیر جان، گوشی اینجاست. بیا، این هم نمونش. ببین امیر جان، هر کی از اینا برده راضی بوده، گارانتی داره. تو بیا ببر، کار نباشه، خراب بود پس میگیرم ازت. خراب بود پس میارم. گوشی من با شما نیستم عزیز من، با امیر جان هستم. امر دیگه ندارین؟ با شما هستم آقای عزیز، امر دیگه ندارین؟ با منی یا ببین اعصاب نذاشی برام اینا. امیر جان ببخش، غلط نشد که. گوشی دستت باشه. خیلی ممنون. چقدر بدم خدمتتون؟ چی بردی؟ این 2500 زنجیره تا 1600 قفله. بله. بده دیگه، 4 تومن بده، اب نداره. 100 تومنش هم برای خودت. گوشی امیر جان. یه لحظه بابا، مشتری دیگه چه کارش کنم؟ گوشی دستت باشه. گوشی امیر. بفهم. خداحافظ. چقدر لفتش میده؟ معلوم است تو چته؟ خب میاد دیگه. آقا تو مطمئنه توی کیفش پوله؟ خب آره، از شانس هم از که هولو دمپایی پیدا میشه. مطمئن تو بس که داشتبی ها دست کم گرفتی ها. خبر موثق دارم 200,000 توش پوله. پولم چی؟ پول نقد. ای پسر راست میگه، چرا خودش کیف و کف نرفت؟ پروفسور، اون پسر اون سابکارشه، نمیتونه از سابکارش بزنه که. ما میزنیم، کورسانتش هم میدیم. خوبه. ببین مثل که اومدش کو؟ نه کجا؟ خودش خود باش، خودشن تو بشین، کار خودم جانم. تو بشین بلدم با زنجیر؟ اون پیره مرده با زنجیر چرا؟ بابا چیه؟ نکنه میخوایی مثل اون در پول خواهید کف بریم. درست دارد جان. سلام مهندسون جان، چشم اومدم، یه زد دفتر بشین. اومدم چی کار میکنی؟ من کیفا سفات نومرد. دست درد نکنه جوان مرد، زنی رو بود مرد را راستی، ز سستی دروغ آید و کاستی. این زنجیری که میبینیم پهلوان منصور دور بازوانش بسته، میدونین جنسش از چیه؟ از چیه؟ از فولاده. 10 مرد رزمی نمیتونن این زنجیر رو پاره بکنن، ولی میدونیم پهلوان منصور چی کارش میکنه؟ تیکه و پارش میکنه. خب شاید یکی بین شما پیدا بشه بگه پهلوان تو که کلید قفل دستته، ولی من بهش میگم که کلید قفل رو من میدم به دست یک جوان مرد که اینجا وایستاده. بدش من بذار خود پهلوان انتخاب کنه. اون جوان مرد کیه؟ من. خود پهلوان انتخاب میکنه. اون جوان مرد که اونجا وایستاده و سوار بر مرکب سرنوشت اومده اینجا، اون بیاد جلو. دستتو باز کن، کلید قفل رو میسپارم به دست جوون مرد. برو عقب حالا جوون مرد، برو عقب.
حاضرین؟ امیدوارم که زنجیر زندگیتون هیچ وقت قفل نشه. بشمار بشمار آقا زنجیر سلام عرض کردم خسته نباشی سلامت باشی ببخشید آقا یه اره آهنبر از این تیزتر دارین؟ آقا من دوز نیستم آقا من پهلوونم زنجیرم رو نگاه کنی؟ چه پهلوونی هستی که نمیتونی زنجیر خودت پاره کنی؟ خیلی دلم میخواد ولی نمیتونم منم خیلی چیزا دلم میخواد ولی نمیتونم انجام بدم آقا باور کنین ما هفت پشتمون پهلوونه من پدرم پدر بزرگم جدم همه پهلوونی
بابات هم همیشه با زنجیر میره پشت دخل مغازه. یه لحظه اجازه بدیم من بیام اونور از نزدیک باهاتون صحبت کنم، توضیح میدم خدمتتون. یه لحظه اجازه بدیم. مسعود بگیر شاد در بره بودو. این کی بود؟ واسه مغازه اومدم. دوست بگیرش. بگیرش. آقا دوست. اینا کی هم؟ برو جلوش ببینم اینا کی هم؟ سلام جانم، سلام خوشت شما رو دیدم. این بگو من دوستم بخواد منو بزنه. عجب رویده ای تو جراسان دو دقیقه دیگه کنار دخت زده بود. آروم باش آروم باش آروم باش آروم باش. اصلا قیافش به همه چی میخوره بجز پهلوان. بکنم یارو موادیه مواد زده و جنه. الان پهلوان کجا بود؟ پیده داش چی زدی؟ بله میگم چی زدی؟ جنسش مثل که خوب بوده ها؟ اسمشو نمیدونم، مال دوستم بود. هنوز پیداست؟ تابلوه. اه دو سه روز پیش زدم ها، عجیبه. تازه خودش میگفت از این تقلبی مقلبی هاست. دو سه روز پیش زدی هنوز اثرش مونده؟ عجب جنسی بوده. تو خونم نشون میده؟ خون؟ آره نمیدونم. دوستم که میگفت رو پوست بزنی بهتره، ولی من خودم بیشتر رو لباس میزنم. رو لباس میزنی چجوری؟ چجوری؟ تا حالا نزدی؟ نه. اینجوری شما اوت کلونو میگی؟ آره شما چی رو میگی؟ آره ما رو گرفتی ها؟ چه گرفتنی؟ بشین سجا صحبت نکن. جناب سوار، جناب سوار، این موتوری خودشه، این موتور سواره است. آقا یه بوغ بزن، جون من یه بوغ بزن، این میدونه من پهلوانم. جناب سروان آروم باش، بشین سر جات، آروم باش. آقا چه تصادف ناجوری کرده، یکی باید کمکش کنه. کسی اینجا نیست که اینو بردار، من ببینم چی کار میکنم. لعنتی باز نمیشه. من باید برم. کجا؟ باید برم سر خواهی که آقا جون ازش عذرخواهی کنم، طلب بخشش کنم. شاید این بدبختی و فلاکت دست از سر کچلم برداره. هی به من گفت من احمق تو کلم فرو نرفت. منم خیلی دوست دارم برم، اما چه کنم دست روزگار ما دوتا رو به هم وصل کرده. اول بعد از شر اینا خلاص شیم. تو راستی راستی پهلوان بودی؟ آره. بعد زنجیرم پاره کردی واقعا؟ معلومه بارها. الان گرسنمه، هیچی نخوردم، ضعف دارم که نمیتونم اینو پاره کنم. اونجوری نگاه نکن. آه یعنی اگه ضعف نداشتی سیر بودی اینو سه تیکه میکردی؟ بله. حالا سه تیکه نه، ولی بالاخره یه کاری میکردم دیگه. ما رو گرفتی؟ یعنی چی؟ پرسیدی منم به جواب دادم، چرا شاکی میشی؟ یه داری دروغ میگی، به آدم بر میخوره. خب رسما ما رو گرفتی؟ مگه من ازت میپرسم که تو رو چرا گرفتنت؟ ها؟ چرا گرفتنت؟ مرگ من چرا گرفتنت؟ من فرق میکنه آقا، به خاطر یه سوء تفاهم بود، به خاطر یه لحظه غفلت، به خاطر یه رفیق نامردون ابی. اگه دستم بهش برسه با شوخی نی، اگه پیرمرده بیفته بمیره من نتونم ثابت کنم چی؟ آقا جون ببین، من تو آبمون توی جوب نمیره.
تو میخوای بری سر خاک پدرت، من میخوام برم دنبال کار زندگی. حالا باید یه کاری کنیم، تو باید بی خیال شی، میفهمی؟ پدرت که نمیره که، یکم دیر میشه فقط. واسه شنا اول رفاقتمونه، میریم به منم یه حالی میدی. باشه جوون. اصلا حرفشو نزن. تو هم بهتره که به من کمک کنی با هم دیگه بریم سر خاک. شاید از این فلاکت نجات پیدا کنیم. تو چرا نمیفهمی؟ من میگم اگه نرم خانواده بدبخت میشن. قضیه حیثیتمونه. اون دیگه مشکل خودته. من نمیدونم، من باید برم. ببخشید یه شیشه از اون شربت هم اگه میشه لطف کنید. در یکی یا قرمز پرتقالی. ممنون. ببخشید. الو. سلام مادر. بله 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 گرفتم. گرفتم بله بله. چشمونم میگیرم دارم میام. باش باش. خدافظ. گوش کنید. ما نیومدیم اینجا به کسی صدمه برسونیم. ما فقط پولای صندوق میخوانیم. اگر مقاومت نکنین اتفاقی نمیفته. زود با صندوق خالی کن. من فروشندم، من صاحب مغازه نیستم. من کارگر اینجا. زود باید میزن دوغولی جو کنم. خیلی خوب خیلی خوب. اوستا بهش بگو کشو زیرم باز کنه. رشیدی چی گفت؟ ببخشید ولی شما گفتید که فقط پولای توی صندوق رو میخواید. حرف نباشه، من هرچی دلم بخواد برمیدارم. ببخشید ولی خب آدم باید به حرف خودش پایبند باشه، چون بعد که آدم به قول خودش عمل نکنه. استاد مثل اینکه داره درستن میخواد. حالشو بگیر. ولش کن، میزنم، مجبور خودم میزنم. آه برش کن. تو ترسیدی دفعه اوله تو. آره مطمئنم اگه شلی کنی سیبت خطا میره. البته اسلحت هم که به نظر قلابی میار. گفتم که اسباب بازیه. داری بلاف میزنی، داری بلاف میزنی. آره ببخشت. الو سلام مادر. چشم گفتم که میگیرم، من سر کارم الان. چشم چشم تماس میگیرم. خدافظ. چی میفرمودین؟ میگم داری بلاف میزنی، میتونی امتحان کنی. منتها شرط بدم قبل از اینکه تکون بخوای دستگیرت کنم. امتحان کن. بیا دیدن اصلی. الو سلام، مرکز پیام، سروان شافعی هستم. ممنون. لی لطف کنید ببینید که کدوم گشت به موقعیت میدون نیلوفر نزدیکه. یه سارق دستگیر کردم، اینو ببریم اداره. بله ممنون ممنون. خدافظ. الو مادر من که سلام جان. سلام ببخشید معذرت میخوام جانم. دوتا متهم فرار کردن. جناب سنگ شما که میدونید من تو مرخصی هم الان. باشه چشم چشمم میاد داره. خداحافظ. بلند شو. دربست. 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 نه. دربست. دربست. آقا دربست. آقا دربست. آقا اتفاق. آقا من دربست میدون بهمن. 2500 پونک چهار دیواری. 3500 دربست اختیاری. 3700 پونک. 4 تومن آقا میدون بهمن. 4200. آقا 4700 نقد میدم میدون بهمن. 5 تومن پونک. 5500 میدون بهمن. 5900. آقا 6000 تومن میدون بهمن. سری بریم دیرم شده. 6200 تمومش کن آقا چهار دیواری. آقا 7000 تومن میدون بهمن. میشه کرایتون رو اول حساب کنید؟ شو 500 به میدی من بیدو برمان بیدو. همینو میخواستی؟ آبرون جلو یارو راننده رفت. بارو بابا تو هم با این همه آرتوپورت چیش 500 تای جیبت نداری؟ ببخشید نه اینکه شما همه جیباتون پر اسکناس های تانه شده هزاریه؟ نه تای جیب من چیزی نیست، ولی اگه من میخواستم یک کاری میکنم مجانی ببرتم توی کل کل کردی. اصلا بابت این چیزو نباید پول داد که. یعنی چی چجوری؟ یعنی که اون میبرده تا مقصد و پیاده میشدی فلنگو میبستی در میرفتی بوده بوده. تازه میتونستی درم نری راحت راه بری. وقتی اومد آقا پولم بده یه کله صورتش میزنی میگم پولو حساب کردم، پولو حساب کردم آقا حساب کردم.
برو بابا. همم داد میزدی میگفت. همون بهتر که سوار نشدی. خب تو بلد نیست. آقا رو. آقا من میگم مثلا یه کار دیگه بکن. شیریا خط میندازیم. هر کی برد اون یکی وظیفه‌شه که همکاری کنه، قرم نزنه. مرد حسابی من میگم آبرو خانواده‌ام وسطه. شیریا خط بندازیم. تو برای خوشبختی و بدبختی خانواده شیریا خط میندازی؟ آبرو. خوبه. نمردم آیا یک کلمه آبرو هم از دهن تو شنیدم. هی ببین نیمچه پهلوون. من اون بچه سوسول نیستم سر کوچه وای میستم. سر کوچه وای میستم ولی سوسول نیستم. دوز دوزم نیستم. هیچی نیستم. ولی سوسول نیستم. منظوری نداشتم که. فقط میخواستم بدونم قضیه چیه که اینقدر برات مهمه. همیشه هم خواستگاری خواهرم. میفهمی؟ حالا همچین گفتی مهمه، من فکر کردم که مثلا چی از یه خواستگاری که دیگه این حرفا رو نداره که. ما فکر کردیم میخوای آپولو هوا کنی. بابا جون اصل قضیه همینجاست دیگه. این سری خواستگاره آدم حسابیه. اگه خواهرم باشه ازدواج کنه هممون خوشبخت میشیم. انگار که ما با اون یعنی انگار که ما هم خوشبخت شدیم همه با هم. انگار هممون خوشبخت میشیم. خواهرم ازدواج کنه ما همه خوشبخت میشیم. باشه آقا جون قبول. بریم. ولی اول قبلش میریم یه سری سر خاک، بعد میریم خونه شما. قربون پهلوون برم ناز نفست. ببین امر خیره، باید رفت. شهرناز این دختره داره دق میکنه. آخه بابا 5:30 کی میخوای بیایی؟ 2 ساعت دیگه مهمونا میان. هیچ کاری هم نکردیم. تو هم که نیستی. بعد هی میگه چرا شلوغش میکنی؟ بیبی چرا شاکی میشه؟ چرا داد میزنی بیبی؟ من نوکرتم بیبی، میام دیگه. من که نمردم که. بابا آتی هم بگو نگران نباشه، به آقا جونم بگو میام. آره عزت بگو مبل، اون مبل مهمتر از همه است. تمیز شد. من میشه عباس آقا بقالم رفتم و گفتم عباس آقا اگه جنس تاریخ مصرفش گذاشته باشه آره. میگم خودت تاریخ مصرف آدرس و شهروز بیبی گوش بده ببین چی میگم. من که نمیدونم این دوست مهندست کیه، ولی به جان جفت دخترا اگر بفهمم تو با این دوست مهندست پاتون از گلیمتون درازتر کردین، من میدونم و با تو یعنی کاری میکنم که بیان دست جفت دستاتون رو دست من بزنن. من هرچی میگم تو داد میزنی آخه. نمیدونی صبح چی شد که ببین مهندس دوستان مهندس که در خونه. خب شما نایده بودیش بود، خیلی کارش تو کار آره بارد صادراته. این پسرم دیدم آره منصور. آره دو تا وام ازدواج میگیره، دو بار میگیره. دو من که نگفتم دو بار ازدواج میکنه، گفتم دو بار وام ازدواج میگیره. خیلی مسخره. بیبی انقدر شلوغ نکن. باشه که فکر کنه پهلوون. با آقا جونم بگم میام زود. آره من دختر بیچش برو شهروز حواست جمع کن چی بهت گفتم. خداحافظ. بابا این شهروز کجاست؟ ای بابا حالا افتادم گیر تو. خب رفته چای بگیر الان میاد دیگه. آخ تو چت شد؟ به اون دختره چی گفتی فرار کرد؟ هیچ. تازه دارم میفهمم که با این سن و سالم هیچی نمیفهمم. ای عزیز قربون دهنت که هر چی گفتی گل گفت. دیگه میخوام بدون اجازه عزیز آبم نخورم. بیبی چی گفت؟ اوضاع احوال چطوره؟ چه اوضاعی بابا؟ لعنت به این زندگی. من نمیدونم ما کی میخوایم روی آرامش رو خودمون ببینیم. عزیز من اگه میخوای روی آرامش رو ببینی باید دم منو ببینی. منم وقتی رضایتم جلب میشه که برم سر خاک از آقا جون عذرخواهی بکنم. الان ساعت چنده؟ الان 5:30. فکر میکنم 5:30. چطور؟ چون الان هم معمولا 5:30 دیگه. حدودای 5:30. خواستگاری خواهرتون ساعت چنده؟ 8 شب. خب ما 2-3 ساعت بیشتر وقت نداریم. اول باید از دست این زنجیر کوفتی خلاص بشیم، بعد بریم سر خاک، بعدش هم بیار دنبال کارای جناب عالی. شما ببخشید. میبینی؟ اول از همین دستبند واجبه. بعد تو گیر داری به این زنجیر؟ به اونم میرسی. اول زنجیر، بعد سر خاک، بعدش هم خواستگاری. هیچی دیگه. یه بار که بگو خواستگاری بی خواستگاری دیگه. این کاری که تو میگی 2 روز طول میکشه. آقا جون خودت میدونی. میتونی من بشینیم همینجا تا فردا صبح هی بحث کنیم. بشینیم همینجا تا فردا صبح هم هی بحث کنیم. بحث کنیم. یکی خوب نمیشه. خب
اول باید چیکار کنیم؟ گفتم که اول باید از دست این زنجیر خلاص بشیم. چجوری میتونیم از دست این خلاص بشیم؟ باید موتور سواره رو گیر بیاریم. کلید این قفل دست اون موتور سواره است. بابا 5 ساعت پیش یکی اون موتور زدن پرت شده اون بر. ما چجوری باید پیداش کنیم؟ میشه پیداش کرد. بیمارستان. خب تو اگه جای مامورای پلیس بودی یه موتور سواری که تصادف کرده کجا میبریش؟ نزدیکترین بیمارستان، یعنی همین بیمارستان. الو سلام قربان، روزتون بخیر. بله خوبم ممنون. حقیقتش نه، فرار کرده. بله البته ما سوابقی که شما در آوردیم. اسم شهروزه، شهروز امانی. بله 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 درسته. یه چند تا مورد کیف قاپی داشته. بله از اون یکی هنوز نه سابقه ای نداریم. البته بچه ها میگفتن که پهلوونه، یعنی شغلش پهلوونیه. بله برای ما هم جالبه. نه اینطور هم نیست، یه شواهدی به هر حال به دست میارم. بله باشه، چرش چرش، خدا نگهدار، خدا حافظ. سلام خانم. سلام بفرمایید. دوستان میبینی که حالش خیلی بده. باید این اورژانس مریضتون رو بستری کنید، بعد برگردید فرم پر کنید. نمیشه فرم پر کنیم بعد از اینکه برگشتیم از اورژانس؟ منم همینو گفتم. منم همینو گفتم. خب اورژانس کجا سلام؟ انتهای راه رو سمت چپ، تابلو هم داره. بله تابلو اینو الان دیدم. میگم که ببخشید همه جور آدم میبرن اونجا، یعنی که یکی که مثلا ضربه بهش خورده باشه، یکی که مثلا درگیر شده باشه، نمیدونم یه جوری که حالش خوب نباشه. صدای اینو در نیار، به هم ریخته باشه از لحاظ بالا، چه روحی چه جسمی. یعنی چی؟ هیچی یعنی خانم من فهمیدم عزیز من، من حالم بده، منو برد بر اورژانس. من میخواستم بدونم که اگه مثلا چی میخواد برای فرم، که این تقریبا فرم خوش فرم شه، عکس میخواد یا حالا چی داری میگید؟ سلام خانم ببخشید، من دنبال یه مصدوم میگردم به اسم افشین شراکت، ظاهرن امروز آوردنشون اینجا. چند لحظه اجازه بدین. همون آقای محسنی که امروز دو تا موتور سوار کیفش رو زدن؟ بله بله بله، ظاهرن با زنجیر زدنشون. بله درسته. ببخشید شما؟ خواهش میکنم، من سروان شافعی هستم، افسر اداره آگاهی. ببخشید جناب سروان، ایشون وضع جسمی خوبی ندارن، هنوز میهوشن. یعنی مرده؟ به تو چه ربطی داره؟ شما هنوز وایسادین؟ مگه قرار نبود بیاین اورژانس؟ بفرمایید اورژانس. بله بله بریم که تو اورژانس. ببخشید آقای بفرما، جلو دهنتو نمیتونی نگه داری؟ خیلی خوب خودتو آماده کن، امکان داره درگیر شیم. درگیر؟ بره آیه به تو بارسته آیه تو بارسته. ببخشید مال شما؟ میخوای مال شماست؟ ظاهرا مال شماست. دستت نرد. خیلی ممنون. خواهش میکنم. عجب بیمارستان شلوغیه. ببخشید این دو نفر اینجا چیکار داشتن؟ مورد اورژانسی داشتن، حالشون خوب نبود. من چیکار کنم؟ میتونم برم مریض اتاق فی رو ببینم؟ اجازه بدین هماهنگ کنم. خیلی شانس آوردیم، من دیگه داشتم درگیر میشد. خدا همینجور آقا بگریم سریع بگریم پیداش کن. از کجا شروع کنیم؟ قیافش چه شکلی بود؟ کی؟ همین موتور سوارده. آها قد بلند، هیکل تو بر، دماغ بزرگ، موی سیاه. آره آره خب حتی با این تصادفی که کرده من فکر من فرمش عوض شده ها؟ نمیدونم شاید. ببین ببین اونجا نگاه کن، بذارم آقای بپرسم. ببخشید قربان. خودشه.
بگیرش پاکستا ببینم آقا. شدیم اینقدر گشتیم، بد شانسی آوردیم. حالا باید چیکار کنیم؟ ما باید میگرفتیمش. میدونی اونور که رفت باید میگرفتیمش. خسته نباشی. اینجاست ببخش قربانی، یه چند لحظه میتونی وقتتون بگیریم؟ مرد حسابی از صبح تا حالا منو در به در کردی، حالا هم که منو میبینی فرار میکنی. خودشه؟ بله که خودشه. تو از منو یادت نمیاد که فرار میکنی؟ این خودشه. صبح تو میدون معرکه میگرفتم زنجیر پاره میکردم. یادت اومد؟ یادش اومد. خب یادت که صبح بد یه دونه کلید این قفله رو دادم، گفتم برام نگردار. یادته؟ کلید، کلید این قفله، کلید، یه کلید کوچیک بده. یادت اومد؟ بده کلید. بده کلید. کجاست کلیدو؟ بده به آها. خیلی آره، این پهلوونه نگاه. آره بده کلیدو. بده کلیده کجا صدا گم کرد؟ نه با اینه کلیده؟ کلیده اینه؟ آره خودشه. هسته درد نکنه با خدا پدر مادرت تو بیا برسه. تازه میدونی حالا تاکسی که هیچی، من بلیط اتوبوس هم نمیدن. اه جون پهلوون قشنگ میره. ببین کارش اینه، این دوتا انگوشتا باید اینجوری کنم میریم اونجا وای میسی بلیتو میزنی از جیبش. همینجاست؟ آره؟ آقا جون خلط کردم، بلا ببن. چرا اینقدر بی‌ظرفیت بازی در میاری؟ بیشم ببزه بریم سر خاک. نمیتونم بریم. خدا رحمتش. آقا جون اشکال نداره پهلوون، همه یه روز رفتنیم. ای بابا چیه؟ چرا وایسادی؟ عزیز. عزیز که؟ ننمه دیگه. خب باش کو یه فاتحه من رو بفرست. حرف دهنتو بفهم. چرا؟ ننم زنده است. یعنی الان اینجاست؟ کو؟ نه همون پیر زنه؟ آره. خب انقدر نیاوردمش سر خاک که خودش با اون پای ناقصش بلند شده اومده. خب حالا چیکار کنیم؟ آقا جون تو دیدی دیگه، یالا بریم. دیر شد. کجا دیدم؟ میخوام برم سر قبرش باهاش حرف بزنم. ای بابا اون دو قدمی ته دیگه، اصلا همینجا حرف بزن دیگه بابا، کار دارم من. دیگه نمیتونم تقلب کنم. باید برم خودم باهاش صحبت بکنم از نزدیک. خیلی خوب بریم نزدیک صحبت کنم. عزیز اگه منو با این دستم ببینه که سکته میکنه میفته که. ای بابا شاید این عزیزتون تا صبح نخواست بره. اون موقع تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که باید انقدر منتظر وایسیم تا بره. عجب گرفتاری شدیم. بیا بریم. تو کجا بریم؟ مگه نمیخوا آقا جون تو ببینی؟ چرا؟ صحبت کنی باش. بیا بریم. بیا پهلوان، 20 ساله که کارم شده شستن قبر. میبینی آخر کارم به کجا رسیده؟ یه چند وقت حس میکنم جونم کم شده، دیگه بدنم نا نداره. نمردیم و پیری رو هم دیدی. خوش با حالت که سر پا بودی و رفتی، این روزا رو ندیدی. پیری آش دهن سوزی نبود که من بخورم و دل تو رو بسوزونم. آره پهلو، خدا رحمتت کنه پهلو. از سر خستگی داری کفر میگی عزیزاره؟ کی بود؟ تو کی هستی؟ ای روزگار، یه زمانی بود که از دربند تا دروازه دولاب اسم پهلوان حیدر که میومد همه بلند میشدن و سرخم میکردن. حالا کارمون رسیده به جایی که عزیز ما رو نمیشناسه. پهلوان خودتی؟ معلومه که پیری افکارتو هم پریشون کرده عزیز. نه پهلوان، آخه صدات عوض شده. میدونی میخوام بگم جوونتر شدی یا؟ بابا صدا تو تغییر بده، این صدا جوونه، اصلا این صدای بابای من نیست. خب من که باباتو ندیدم که. خب
خب محسنش کن. خب مجبور صدای بابای خودم بره. ببین یه موقع یه چیزی نگی قلبش وایس سکته کنه. نه حواسم جمعه. پهلوان این همه سال چرا با هم حرف نزدی؟ آخه دلم واسه خیلی تنگ شده بود. منم همینطور عزیز، تمام این سالها به فکر تو اون پسر خلوچل منصور بودم. حرف دهنتو بفهم، هرچی تو دهنت میاد باره من میکنی؟ آقا جون بی خودت بگو، جدی گرفته بیا. نمیتونم که الان. ببین فقط زود جمع جورش بکن، لطفاً اینقدر با ننه من صمیمی نشو. خیلی خوب. پهلوان جات راحته؟ رفتی بهشت؟ ببین عزیز، من الان وقت ندارم، باید برم، ولی بر میگردم. تو پاشو برو خونه، من در اولین فرصت میام به تو منصور سر میزنم. من الان رسیدم، پاشم برم. حالا نمیشه یه خورده بیشتر وایسی؟ نه من وقت ندارم، 8 بله برون داریم. بله برون؟ بله برون کی؟ چرا دریوری داری میگی؟ میخوای خون را بیافته؟ حواسن رو بودن درستش کنم. ببین عزیز، تو برو خونه و من بعدم میام به خوابت میام توضیح میدم. خیلی خوب میرم، 5 دقیقه دیگه وای میسم. باشه عزیز برو خونه. خیلی خوب، 3 دقیقه دیگه. ها عزیز تو همیشه اینجوری بحث میکنی، برو خونه. خب دلم واسه تنگ شده بود، بذار یه خورده دیگه بمونم. باشه عزیز میگم برو خونه. خیلی خوب، پا میشم میرم. هی به تو میگم مواظب حرف زدنت باش، گوش نکردی. خوب شد اینجوری شد؟ بابا خیلی خوب، میره از دلش در میاره. منظره پهلوان هیدر میره از دلش در میاره. آقا زود باش برو سر خاک بود خلوت کن تا اش نشده. برو وایسادی؟ کثافت نامرد، حرف دهنتو بفهم، چرا فوش میدی؟ با تو نیستم که، با اون نامرد نالوتی هم. با کی؟ با ابی. ابی؟ کو؟ همینجا سونا. میخوای چیکار کنی؟ نترس. آقا ببخشید، شرمنده، عذر میخوام، من کوچکشم. سلام خانواده رو برسید. این دیگه چیه؟ کیف پول. کیف پول ندیدی تا حالا؟ چرا دیدم، ولی تو کیف پول نداشتی. یکی رفیقام گرفت. نه خیر، از این گنده دزدیدی. آقا میذاری کارمونو بکنیم یا نه؟ احبار پیش اومده، همینجوری یک کیف آدم میزنن میرن. عجب آدم های نامردی هم. اونا اون زد کیفتونو. چی؟ من اینکه به دنبال کیفتون نمیگردیم. چرا؟ اونا اون کیفتونو زد. چی؟ اون آقا؟ آره خود من خودم دیدم اون کیفتونو زد. راست میگه؟ آره بابا این رفیقم شاهده. ببین این آقا بپرسید. بله بله این الان شاهد خودشم منطقه یه زرانه الکاب اگه دولو بگی؟ من اینجا وایستادم پهلوان لوتی و حرفش نهار میکردم با مخلصتی همینجا وایستا قربونتون برم شاکرم پهلوان وایس همینجاست. این در خونه تونه؟ آره
بابا یه رنگ میزدی بهش. خیلی خوب بابا، ساعت چنده؟ فکر میکنم 8:05. 5 دقیقه مطمئنی؟ دیگه الان باید 8:05 باشه دیگه. فکر میکنی مهمونمون اومدن؟ مهمونه شما هن، از من میپرسی؟ باید یه جوری بفهمیم. ببینم میتونی قلاب بگیری؟ قلاب؟ دست اینجا قلاب بگیری؟ با دستبند؟ بگیر سوسولو زنه، بگیر. یه بار، یه بارو بالا. آن دستم، دستم. هیچی معلوم نبود. ببین میگفت این شاخو برگوهر از کنم. ببین خب چرا از تلفن عمومی زنگ نمیزنی خونتون؟ بی خیال بابا، اگه من زنگ بزنم بی بی گوشی رو برداره شاکی میشه، داد و بیداد میکنه، مجلس به هم میریزه. خب گوشی رو بده من صحبت کنم. تو مادر من چه حرفی داری؟ تو مادر من چه حرفی ندارم عزیز من. میخوام به هوای خبر گرفتن از تو آمار خونتون رو بگیرم. اگه مهموناتون اومده باشن سر صداشون میاد دیگه. آخه تو فکر میکنی چیه؟ پارتیه، مجلس خواستگاریه، 4 تا آدم میان میشینن زل میزنن تو شش هم دیگه رو بشناسن. سر و صدا که نداره که. من نمیدونم، هر راهی که به نظر خودت میرسه خودت شروع. آبا بدی بو. ببخش مرایشون اتفاق افتاده؟ نه خیر، فکر کنم که میگن دهنتون رو شیرین بفهمین. بله، ولی ما ترجیح میدیم که آقا شهروز تشریف بیارن. خیلی طول میکشه ایشون بیان؟ قبل از اینکه شما تشریف بیارین زنگ زدن، فکر کنم الان تو راه باشن. برو در بزن، عزت درو وا میکنه. برو در بزن. عزت؟ برو اون زنگو بزن. خب اگه بی بی اومد درو باز کرد چی؟ بی بی پاش درد میکنه، درو باز نمیکنه. اون عزت میاد پای ثابته درو باز کردنه. برو. باشه اون بر نبینتت. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید آقای خواهش. چی بود؟ آقای عزت رو لطفا میگیم بیاد دم در. آقای عزت؟ بله. ما آقای عزت نداریم. ببخشید. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ شما. چرا اینجوری کردی؟ مگه تو نگفتی عزت میاد دم در؟ خب عزت اومد دم در دیگه. الان یه خانم اومد دم در. چی میگی تو؟ همون خودشه دیگه. عزیز من، این خانومی که الان اومد دم در عزت بود؟ منو گرفتی یا بابا؟ بابا سیاوشتر، خب من تو این موقعیت چرا باید با تو شوخی کنم؟ آقا جون، این خانومی که اومد دم در خواهرتون بودن؟ آبجیم بود. همون آبجیتون بودن؟ بله. اون وقت ببینم آدم اسم پسرونه میذاره روی آبجیش؟ عزت کجاش پسرونه است؟ عزت پسرونه نیست؟ بابا حالا تو این موقعیت چرا داری کل میکنی؟ بذار بعد مراسم خواستگاری من برای توضیح میدم. برو زنگ بزن. من زنگ نمیزنم. چرا؟ روم نمیشه. چرا رود نمیشه؟ چی؟ آقا جون الان زنگ زدم میگم آقای عزت رو میخوام، دوباره خواهرتون بیان دم در بگن خانم عزت رو میخوام، خواهرتون آبجیتون ناراحت میشه. بابا جون آخه این یه عمر ما داریم عزت صداش میکنیم تفلک و برو زنگ بزن، ناراحت نمیشه. برو زنگ بزن، برو زنگ بزن، برو یواش بزن. شب آقایون بخیر. ببخش شما این دست کلید گم نکردین؟ نه جا نزش اینجا تو جیبم. ببخشید سرزده اومد. تشمیم بردی منزه؟ به به جناب سرمان، دم در بده بفرمی تو بریم یه دوی لغمه نور پدیری دوره هم باشیم. اول ببین خود میتونی بری تو، بعد بفرما بزن. من اینجا خونه زندگیم مشکلی ندارم. ببخشید جناب سرمان، من یه سوالی دارم. عزت اسم دخترونه است یا پسرونه؟ جناب سلمان بهش میگم عزت اسم دخترونه است. ما اغلب تو فامیلمون اسم دخترونه میزنیم عزت، بعد این هی گیر داده میگه که نه عزت اسم پسرونه است. جناب سلمان خودشونه؟ بله خودشونه، ولی این یکی زنجیر داشت دورش. زنجیرت کو؟ جناب سلمان پارش کردم، من که قبلا هم خدمتتون گفته بودم پهلوونم، شما باور نکردین. پارش کردی؟ آره بله که پاره کردم. باور نمیکنی از شهروز بپرسین. شهروز بگو براشون که زنجیر فولادی رو ستیکش کردم. البته من سعادت نداشتم ببینم، ولی خب دوستان تعریف میکنم میگن که خیلی کارشون خوبه. این زنجیر رو میگی؟ من که هیچ علامه پارگی روی نمیبینم. جناب سرمان شما چی میبینید؟ حقیقتش جناب سرمان، من زنجیر رو از قفلش پاره کردم. جناب سرمان ببریدشون لطفا. سرکار استوار
ببرش. سرکار خواهش میکنم. سرکار خواهش میکنم. یه لحظه اجازه بدید. خواهش میکنم. جناب سروان، شهروز مهمون داره کلی خونشون. اگه نره خونشون ضایع میشه. منو به جاش ببرید. تمومش کن. انقدر نره من قرار بازی زن نیار. انگار ما آدم نیستیم که به خاطر امثال شماها باید خانواده‌مون رو در بدر کنیم. جناب سروان خواهش میکنم، من باید حتما تو باشم. یعنی میدونی آینده خواهرم به حضور من بستگی داره. من واقعا برای اون آینده‌ای که به حضور تو بستگی داره متاسفم. شهروز خودو بگم چی کارت کنم؟ میدونستم نمیه، آبروم رفت خدا. عاطفه تو دیوونه ای؟ بابا میفهمم اینجا نشستی داری کارو چی میکنی؟ باش برو تو. دیدی آبروم رفت؟ من نگران همین لحظه بودم، مطمئن بودم شهروز نمیاد. خب حالا چرا اینجوری میکنی؟ اینجوری به غم و فلان برداشتی؟ میخوای تا صبح گریه کنیم با هم دیگه؟ من پایت هم گریه میکنیم همینجور، ولی زشته. تو بگو من چی کار کنم؟ میدونی این چند دومی خواستگاره که فراری میشه؟ آخه تقصیر من چه کمش؟ من چوبه ندونم کاری بزرگترام بخورم. خب تو چرا اینجوری میکنی؟ حالا رفتن مگه؟ اصلا تقصیر خود اینا بود. خبرشون قرار بود اینا ساعت 8 بیان، نیم ساعت زودتر اومدن. چقدر تو خوشخیالی. واقعا کاش کارم با نیم ساعت یه ساعت حل میشد. خیلی خونه این کارها رو نکن دیگه. بی بی هم اون بالا با بیچاره شده و کار کرد، دست تناس. من میرم پیشش، تو هم پاشو یه آبی به سر و صورتت بزن. با قیافت خیلی تابلوه. ازم من چی کار کنم؟ الهی قربونت برم چی کار کنم؟ نداره میرم فوقش دیگه، نماید یکی دیگه. پاشو قربونت برم، پاشو. ای بابا جناب سرو، من خواهش میکنم، اون بچه الان منتظر منه. بابا من بهش قول دادم. من خواهش میکنم فقط یک ساعت اجازه بدین این شهروز بره تو. من قول میدم سر یک ساعت برگرده. خواهش میکنم. قول میدید؟ آره قول بله. میدید. جان سروان من خواهش میکنم که با مسئولیت خود من اجازه بدین که متهم یک ساعت بره خونش. جان سروان این کار خطرناکه. با مسئولیت من؟ من مجبورم گزارش کنم. باشه من پای گزارش امضا میکنم. از همین الان یک ساعت وقت دارید که برید خونه و برگردید. دستت ممنون. دستت خیلی ممنون. من قول میدم سر یک ساعت برگردم. فقط یه لحظه وایسین. اینا رو باز نمی‌کنی؟ اینا باز کنی که اونا نمیتونن یه کاریش بکنن. ما به اندازه کافی حسنیتمون رو به شما نشون دادیم. بفرمایید. آخه اینجوری زشته که اونجا مردم چی میگن؟ من برادر عروسم نمیگن چی کارم من؟ شما که این همه لطف کردین. اشتباه نکن. من به تو لطف نکردم. این کار رو به خاطر خانواده‌ات انجام بدم. حالا اگه فکر می‌کنی زشته و نمیتونی بری تو، بفرمایید. نه زشته. نه زشته. خودم یه کاریش می‌کنم. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. شاید پیش خودتون فکر کنی میدین شک کنی که ما می‌خوایم در بریم. ببخشین ایشون چی فرمودن؟ فکر میکنم از اینکه شما تشریف آوردین خوشحالم. بله بله آه متوجه شدم. ببخشین آقای سماوتی سکته کردن؟ نه خیر، ایشون راننده کامیون بودن، بعد تصادف کردن، 40 روز تو کما بودن. بعد از اینکه از کما در اومدن دیگه به این شکل شدن. البته این موضوع مالی 10 سال پیشه. بفرمایید تو، دیر شد. ببخشید. شهروز این چیه؟ شهروز این چیه؟ یواشی چیه؟ این دستمند؟ بابا میگم توضیح میدم بعد چی میشه؟ خیلی خوب یواش خوب. ای بابا مهمونا اومدن؟ خیلی وقته کجا بودی تو الان؟ قضیهش مفصله بعد توضیح میدم. این آقا منصور از دوستام. بله حال شما خوبه؟ تبریک عرض میکنم. ببخشید که دست خالی مزاحم شدیم. خودتون گلین آقا. کتتو در بیار. گفتم کتتو در بیار. چیزی نگفتم من. گفتم این کتتو در بیار. من چیزی گفتم. نه. من چی؟ خدا مرگ شهروز جان. کاری ندارم بابا، کتتو در بیار بندازونی. بابا میگم بندازونی. آها. را بیفت بنیم. ببین عزت، صدا در نمیاد. جیک نمیزنی خب؟ در مورد آقا منصور. به بی بی عاطفه چی نمیگی؟ نه خیر در مورد این دستبند. باشه باشه. چش. را بیفت. به شهروز آقا منصور میخوای بالا بیاری؟ نه آقا منصور با یکی از دستای من پایین میمونه. آقا دیگه را بیفت.
تو میخوای بیاری اینو؟ نه نه باشی نه متاسفم. بفرمی میوه چرا تعارف میکنید؟ خانم اگه آقا شهروز نمیاد ما بریم بعدا خدمت شما برسیم. بله بله منم موافقم، اگه آقا شهروز میخواستن بیان که تالا اومده بودن، الان دو ساعت ما اینجا معطلیم دیگه. نه خیر شهروز اینا میان، یه سر رفتن پیش آقای مهندس گفت بر میگردن. بله 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 الان حتما پیداشون میشه. بله پیداشون میشه الان. داداش شهروز اومد. عاطفه جون زشته این کارا، باز میخوای آبرو ریزی را بندازی؟ زشته عزت ببینم این آقای کیه با داداش شهروز اومده؟ کدوم آقا؟ بدقیقه تو چیز کن زشته سرسده نکن خود خود تو نبارم آبرو ریزی قدم نمیرسه. همین آقایی که با داداش شهروز اومده اینجوری چسبه فهمیدم اون اسمش آقای منصوره، بعد خیلی هم جوان خوبی بود، خیلی انسان و خیلی با شخصیتی نبود. میشناسیش؟ من نه زیاد نه. چرا قد به هم چسبیدن؟ ای؟ این کته چیه رو دستشون؟ نمیدونم. این کت داستان داره، داستان ملودیک داره. من عموم عاطفه رو خیلی دوست داشت، یعنی دوست داشت مراسم خواستگاری عاطفه باشه، ولی خب در صورت الان نیست. کتش هست، یادش هست. خدا رفتگان شما رو بیاموزه. رفیلی گیره من یکی میگن که خیلی خیلی خوش اومدین، صفا بردین. من با عاطف خانم داشتم صحبت میکردم، در مورد عموتون چیزی به من نگفته بودن. خب داداش من هم اول که همه چیزی رو داریه نمیریزن که، به هر حال این مسئله اصلا شخصی خانواده بود. اینم شما بده من. خیلی میگی؟ بله. چه داستان عجیبی. خیلی این عجیب. کتو میگی؟ بله من خودم مونده بودم همین کت. بله این کت؟ بله همین کت. ببخشین ایشون چی گفتن؟ دارن یاد عموم زنده میکنن. ببخشین این آقا رو معرفی نکردین؟ از فامیلا هستن؟ قمیخیشن؟ ایشون این داداش ما مهندس منصور هستن. چه جالب، شما مهندسی؟ نه خیر من پهلوانم. بابا چی گفت؟ میگه که یعنی خیلی خوشحالی که مهندس شما هم اینجایی. قیافش اینو نشون نمیده. درسته. به هر حال مهندس منصور پهلوان مهندس قفل و زنجیر و در واقع آهن و فلزات و اینا پاره کردن اونا، میگن صد با سند برابر از مهندس. پدرشون هم همینجوری بوده، خیلی پاره میکرده آهن ماهن و ایول ایول. مهندس چی تو چرا اینجوری میکنی؟ تو چرا خوشحالی؟ من خوشحال نیستم. بالاخره دادا شهروز من دوست مهندس داره، برای من باعث افتخاره. دادا شهروز از خالی زیاد میبنده مهندس. نه عاطفه واقعا بهش میخوره مهندس باشه، خیلی هم چهره انسانی و خوبی داره. اصلا به قیافش تنها چیزی که نمیاد مهندسه، بیشتر شبیه فروشنده های دوره گرد میمونه. دوره گرد چش دوره گرد باشه، اصلا مهم دوره گرد باشه. بله اصلا مثل خواستگار تو خوبه، سوسول انگار اوتوش کشیدن. این حرفا چیه؟ بفرما کی بود که میگفت نیستش؟ فقط میخوای منو بدبخت رو بفرسیم با این بابا صدا خودتون که تو تا زیر زمین میاد بلندتره. ببینم این پسری کی بود با شهروز اومد بالا؟ ایشون رو میگیم آره بلند کن. این آقا مهندس منصور هم مهندس تو باورت میشه؟ خب آره چرا نه. ببینم ولی من مطمئنم زیر اون کت یه خبره. زیر اون کت من میدونم چه خبره. آستره چقدر با نمک. کدوم کت؟ من نمیدونم شهروز یک کت انداخته رو دستش اومده میگه این من عموه و داستان داره و عمو؟ که تالا شما صاحب عمو شدی که بنده نمیدونم. خب ول کن دیگه بیبی، وقتی حرفا سلام اینو بفرست تو چای ببره دیگه. آها تو سنگ برای خودت به سینه بزن. بیبی جون بیبی جون تو رو خدا یه کاری کن، این شهروز سر مهریه ادا در نیاره. تو رو خدا تو بابا صبح کلی باهاش صحبت کردم، بهش گفتم نشینی جلو خواستگارا چرت تو پرت بگی. نه نمیگه اینو بگی چه حوله. نه بابا بیبی هزار تا؟ آبا جون ایشون چی گفتن؟ میگم بابا چیزی نیست که، ما اول نظرم 1158 تا بود، خلاصه گفتن پاشیم بریم بابا.
ما برای امر خیر اومدیم اینجا، برای امر تجارتی نیومدیم که. بابا دیگه من اگه ما خواهرمون که از سر را نیاوردیم که آقا. اجازه بدید آقا جون، اجازه بدید. شما خودتون نظرتون چقدره؟ به تو چیه؟ یعنی چه تو شما چرا دخالت میکنی؟ مهندس شما چرا تو زحمت میافتی؟ خب راست میگم دیگه، چرا ندید بدید بازی در میاری؟ من میگم شما الان آرامش خودتون رو حفظ کنین. من فکر میکنم که آقا شهروزم منظور بدی نداشتن. بله حتما همینطوره. به نظر بنده باید سر قضیه مهریه خیلی منطقی عمل کرد. قربون آدم چیز فهم، حقا که مهندسیم، منم نظرم همینه. خوشی دقیقه بیه کارت دارم. نمیبینی دارم حرف میزنم؟ جلسه خواستگاری ها. خوشی بیه دقیقه میکنم دستشویی. خب برو، چرا از من اجازه میگیری؟ میگن که بفرمایید، بفرمایید کن. خیلی خوش اومدین. باشو بیم اگه نمیدین بریم بریم بگیریم 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 تیمونه. میگن که خیلی خوشحالیم که دیگه همه هستیم دیگه دوره هم. ببخش من مهندس رو ببرم دست باب شه. برو چرا وایستدی؟ چیه؟ وایسا دنبال چی میگردی؟ آقا جون برو زودتر کارتو بکن بریم تو، تازه داشت بحث داغ میشه. میشه که یاد زفرون بیرون چه خبره؟ ای ببین کاش که یه شیرنی چایی چیزی میبردیم براشون. دیگه نگران اونو نباش. اینو از کجا آوردی؟ تو فکر میکنم برای چی آویزون اون سربازه بودم؟ ها؟ برای چی؟ آهان برای همین؟ بیا اینجا. اینجا چیه؟ گفتم بیا اینجا. چرا اینجوری کردی؟ خب حالا مثل بچه های خوب میری تو زیر زمین، صدات هم در نمیاد. تو که میدونی خونه ماده من خیلی محترمن. خب برای چی؟ نمیخوای خواستگاری به هم بخوری؟ نمیخوای؟ برای چی برم تو زیر زمین؟ یواش بی برد دستمو چرا بسته؟ آبای 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 بس که تنها بعدی آخرش یه کار نیست خودت میدیا. ای مهندس خدا مرگم بگم، مگه شما نرفته بودین اینجا چی کار میکنین؟ بابا مهندسه، برای چی رفته تو زیر زمین؟ الان نرشم، الان نرتون میارم، الان نر کلید کجاست؟ بابا کی الان من درتون میارم صبر کنید. جدی میگی؟ یعنی چی؟ یعنی الان پلیس تو کوچه واسداده؟ وای خدا مریم. ما تنها کاری که میتونیم الان انجام بدیم اینه که نباید بذاریم شهروز فرار بکنه. شهروز اگه فرار بکنه جرمش سنگین تر میشه. شهروز الان کوچه بچه‌ها من مهندس بله. من فقط از شما خواهش میکنم، خواهش من مهمونامون چیزی نفهمن و عاطفه خیلی بین ازدواج امیدواره ها. خدا مرگم بده. ببخشید من یه سوال فضولیه، ببخشید چرا انقدر قضیه این خواستگاری مهمه؟ میگم براتون حالا سر یه فرصت مناسب. ببینید آقا کارمز و عاطفه ما خیلی به هم دیگه علاقه داشتن، اینا توی یه کلاس درس میخوندن و دانشجو و اینا بودن. بعد اینه که الان امشب آقا کارمز به اصرار و زور خانوادهش آورده اینجا، یعنی اینا چینن و منتظر یه بونن که بزنن به تیپ و تاپ ما همه چی تموم شه بره. یعنی فقط هم خواهش ببخشید یه سوال دیگه هم دارم. خواهش میکنم وضع مالیشون خوبه؟ وضعشون توپه. من حداقل ما خیلی بهترم. شما به مادیات اهمیت میدین؟ نه یکی باید انسان باشه، خیلی مهمتر انسانیت. ببخشید من برم، داده شهرزم الان شک میکنه. ببخشید پس فهمیدین که چی کار باید بکنین دیگه؟ نه نه؟ ببخشید بله بله آره آره خوردی زمین؟ خدا حافظ
شما. مرحبا شما زیاد. خیلی لطف کردین. ماشاءالله خواستم شما رو ببینم. خوشحال شدیم زنده باشین. تشکر از محبت شما. سلامت باشید. بفرمایید. خیلی زحمت کشیدین. پس این شده دیگه خبر با شما. بله. حتما من زنگ میزنم خدمتتون و مزاحمتون میشم. ان شاءالله روز مراسم عقد رو هم بهتون اطلاع میدم. خیلی زحمت کشیدین. خیلی ببخشید. حاج خانم ببخشید. زحمت زدین خدمتتون. خواهش میکنم. میبینمتون ان شاءالله. به امید خدا. لطف کردین. خداحافظ. های خدا را شکر. خدا الهی شکر که این دخترم رفت خونه بخت. قشله نوبت عزت هم میشه. اینجا چه کار میکنی تو؟ هیچی مواظبم یه وقت این کامبزینا بر نگردن. پلیسا رو اینجا ببینن آبرومون میره. خدا چقدر من بدشانسم. بس کن بابا، همینجوریشم آبرومون رفته. خدایا مرگ منو برسونه دست اینا راحت شم. بیبی برو ببینم. برو شهروز، تو اینجا چی کار میکنی؟ کی آوردت بیرون؟ کار عزت بود داره؟ این قضیه هیچ ربطی به خانم عزت نداره. تو هم بهتره به جای فرار به عاقبت کار فکر کنی. فرار کار تو رو سخت‌تر میکنه شهروز. بابا خیلی خوب یواشتر. من که تقصیر نداشتم، من بیگناهم. من پیرمرد نکشتم، تقصیر ابی بود. اگه کار تو نبوده پس چرا داری فرار میکنی؟ برای اینکه هیچ شاهدی ندارم حرفامو ثابت کنم. آقای سماواتی چجوری از جاب بیا اومدیم بالا؟ سلام بابا. آبا یه یه رو محفش میکنه. این رو جهر بابا چی میگن؟ میگه اگه خودم تسلیم کنم جرمم کمتر میشه. خب راست میگن دیگه. من گول نمیخورم. به محض اینکه پام برسه کلانتری منو به اتهام قتل میگیرن. شهروز حماقت نکن. از قدیم گفتن سر بیگناه بالای دار میره، سر چیز پای دار نمیره. بابا چی گفتن؟ چه میدونم، میگه ضرب المثل خراب کردی. من معذرت میخوام آقای سماواتی، الان وقت این حرفا نیست. شهروز حواس منو پرت کردی. بذار من بیام اونجا دکترم از نزدیک باهات صحبت کنم. جلو نه، جلوی آقای سماواتی نمیشه. بذار من بیام اونجا. خیلی خوب بیا، فقط سریعتر. یه لحظه اجازه بدین آقای سماواتی. شهروز تو الان حماقت داری. مردم چی میگن؟ مردم هیچی نمیگن. من خیلی هم صداقت دارم، میفهمی؟ آره. من نمیذارم بری. چیه؟ من نمیذارم. من ولم کن. تو چیکار می‌کنی؟ ولم کن. من برای که رفیقتم. بابا دست بنداز. یه لحظه دست بنداز. فرار کن. دستتو یه لحظه بنداز. بفرما. برو پهلمون پنبه. گفتم برو پهلمون پنبه. چه باحال میره. به من گفتی پهلمون پنبه؟ برو ببینیم برو. آقا جون تقصیر من بود. اجازه بدید من میخوام حرف بزنم. من 10 سال تموم است
حرف زدم محروم بودم. بذارید حرف بزنم. خانم گریه نکن. اگه شهروز بیگناه باشه خیلی پیش ما نمیمونه. من که برای این شهروز گریه نمی کنم جناب سربان. من برای این بنده خدا که بعد 10 سال زبونی اومده. بفرمایید آقا. جناب فرمان. اجازه بشه. اجازه بدید من یه نکته‌ای هست که همین الان باید اینجا در حضور جمع مطرح کنم. حالا برای مطرح کردن وقت زیاده. بفرمایید آقا. بفرمایید. نه نه، آخه این یه موضوعیه که باید در حضور خانواده محترم آقای سماواتی مطرح بشه. میفهمی اینجا زن و بچه وایساده، تو این کوچه خانواده زندگی میکنه. برو بعدا مطرح میکنی. پسر، تو بزرگتر داری. بذار بچه حرفشو بزنه. بگو آقا. بگو. من می‌خواستم که در حضور همگی خواستگاری کنم. از کی گفتن؟ از خانم عزت. خواستگاری کن ببینم. خواستگاری کن. آیا بله. مرد اصلا ببخشید تقصیر من بود. من اصلا انگار حرف بی ربطی زدم. من معذرت میخوام. نه بی ربطم نبود. مبارک. یعنی شما مبارکه. سماواتی حرف نباچه همونی که گفتم مبارکه. مرد حسابی شما یه روزی ندیدی چجوری نشناختی؟ خب شاید میشناستش. ساکت باش ببینه بابا جون مردم چی میگن؟ ازار من مردم هرچی دلشون میخواد بگن. یه جوونی که به خاطر نجات یک انسان جونشو به خطر میندازه قابل احترامه. دیدید که برای نجات من چه کار کرد؟ دیدید اینو با چشمتون دیدید. در عرضم الان که من دارم حرف میزنم به خاطر این پسر مبارکه. من نمیفهمم. تو کی فهمیدی که این بار بفهمی؟ پسر جان کارت با جان سروان تموم شد، یه روز با خانواده خودت بلند شو بیای اینجا. چشم آقای سماواتی، فقط یه مشکلی هست، اینه که من نه کار دارم نه خونه دارم، از دار دنیا فقط یه ننه پیر دارم. نداشته باشی اهمیت نداره، انسانیت داری خود این کافیه. بعضی هم مثل این اونم نداره. خیلی ممنون جناب سروان، مردم معرفی میکنم ایشون پدر من هستن. پس منم همینجا اعلام میکنم که تصمیم گرفتم برای همیشه زنجیرام آویزون کنم. به کجا؟ به دیوار خونه. دیگه معرکه نمیگیرم، میرم دنبال یه شغل نون و آبدار. کار بزرگ مال آدمای بزرگه. خیلی خوب. بابا آری کلا. شهروز. ببین بابا خیلی خوب، به خاطر شما. مبارک. خیلی ممنون. شما سابقه با کاری ببین چی کاری. آقا جون یه بارو آقا لطف کنید مریض رو انتقال بدید. بذارید خدافظی کنید. بفرمایید.